بسم الله الرحمن الرحیم سیه از شب دیجور ما نیست به جز مهر روحت خورشید ما چیست علا ای آفتاب روشنایی چون این در پشت ابر غم چه پایی بیا وان چشم آهووش به ما کن غزال بندی دل را رها کن اگر جرم است عشق و دوست داری مرا اول بکش گر دوست داری السلام علیک یا صاحب الزمان السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه از جمله پرسشهایی چه درباره شخصیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست آنت که آیا حضرت با یک شمشیر مقابل قدرت های جهنمی استکبار جهانی عبر قدرت ها می ایستد این چه عقلانی نیست مگر می شود یا بالاتر با سی سد و سیزده نفر بگویید ده هزار نفر مگر می شود الان دیگر نبردها نبرد زمینی نیست موشکهای های قار پیما از آن سوی کره زمین دکمه ای فشار داده می شود این طرف با خاک یکسان می شود دیگر بحث سلاح عوض شده است حضرت شگونه بر قدرت های جهنمی امروز پیروز می شود پاسخ یک رعب در دل دشمنان نصر تهو به رعب رعب یعنی نمونه بسیار واضحان آن 22 بهمن 57 خداوند رعب در دل دشمنان انداخت تدبیر از آنها گرفته شد یه لحظه چشم باز شدن انقلاب پیروز شده است نتوانستن کاری بکنند. برای من شما هم پیش میاد یه لحظه اختیار از چف میدهیم هیچ تصمیمی نمیتونیم بگیریم دو دومین دو سپاهی که امام زمان دارند فرشتگان جبرائیل میکائیل اسرافیل تمام فرشتگانی که در نبرد بدر بودند در خدمت حضرت هستند روز آشورا برای یاری امام حسین آمدن اجازه دخالت داده نشد در خدمت امام زمان هستند نیروی یک فرشته چقدر است نمیدانیم تمام فرشتگان و هففتهو به جبرائیل و میکائیل سوم سپاهیان حضرت سی و نفر به اندازه نمک در آش سرمه در چشم پیر و موسین همه جوان و چالاک گاه نیروی هزار نفر را دارند سپاه بعدی ده هزار نفر و بعد مرتب ملحق می شوند همه چالاک همه اهل نبرد همه قوی و قدر دیگر چیست؟ سپایان امام زمان تمام ذرات هستی لله جنود و سماوات و برای خداوند هست لشکریانی از آسمان و زمین لذا سنگ بزرگی که یکی از دشمنان حضرت پشت اون سنگ خودش رو پنهان کرده فریاد میزند ای حجت خدا یکی از دشمنان شما پشت من پنهان شده است ای بله بعد تمام ذرات هستی گاهی دیدید و دیدیم دارویی بهترین دارو نه مشابه اصل میگیریم با دقت نزد بهترین پزشک چه تزویز شده میخوریم ولی اثر نمی کند وقتی که ذرات هستی ولی عبر صاحب و زمان در دست حضرت باشند هر چه دکمه اون موشک رو میزند فرمان نمیبرد نشده برا من و شما صد درصد شده نمیدونم چرا دیشب تاثیر نداشت الان تاثیر بده لذا بالای نسخه های پزشکان قدیمی و مؤمن این جمله بود هو شافی او شفا دهنده است دارو رو ما میدهیم ولی شفا از او رواق حکمت اینجا کاخ سبت مصطفی آنجا بشارت دردمندان را دوا اینجا شفا آنجا وقتی که مجموع رو نگاه میکنیم کنیم می بینیم حضرت در جمعه زیبای ظهور پشت به چعبه یا اهل الارض انا بقیت الله من باقی خدا هستم دشمنان همه کرنش می کنن همه خل اصلاح می شوند موعود جهانی موعود تمام انبیا ظهور می جهان را گلستان می کند انشاءالله همه من و شما آن روز زیبا و زرین را ببینیم و شاد و خوشحال و سرمست باشیم به برکت سلوات بر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته